درود میفرستم به شما مخاطبین عزیز تلویزیون کانال جدید. میلاد رسای منش هستم. امروز سه شنبه 23 آبان سال 1402 برابر با 14 نوامبر سال 2023 است که من به همراه سایر همکارانم قسمتی دیگر از مجموعه برنامه‌های رویدادها رو با مجموعه از خبر و تحلیل به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. طبق روال هر برنامه نگاهی می‌کنیم به چند خبر. خبر نخست، بنا به گزارشات رسیده، فراخوان‌هایی که دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس جهت اعتصاب در تاریخ 21 و 22 آبان در اعتراض به فشار حراست و خفقان حاکم بر دانشگاه منتشر کرده بودند، با استقبال دانشجویان همراه شده است. خبر بعد اینکه کیوان دهقان 46 ساله و اهل سردشت روز شنبه 19 آبان و سه روز پس از بازداشت در پی شکنجه نیروهای سرکوبگر در زندان اوین این شهر جان خود را از دست داد. خبر بعد اینکه دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام صادر علیه میلاد زهروند جوان 22 ساله اهل ملایر را تایید کرد. نسیم طوافزاده و حلاله ناطقه دو روزنامه نگار و فعال محیط زیست توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. و بالاخره اینکه علی صالحی دادستان عمومی در تهران امروز شنبه 23 آبان از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای 40 نفر در پرونده آتش سوزی زندان اوین که در مهر ماه سال گذشته به وقوع پیوست خبر داد. علی صالحی دادستان عمومی در تهران امروز شنبه 23 آبان از صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست برای 40 نفر در پرونده آتش سوزی زندان اوین که در مهر ماه گذشته به وقوع پیوست خبر داد. آقای صالحی از اعلام جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرده است. شامگاه شنبه 23 مهر ماه 1401 همزمان با ماه اول اعتراضات انقلاب زن زندگی آزادی در خیابان‌ها، با زبان کشیدن شعله های آتش در زندان اوین صدای چندین انفجار نیز شنیده شد و خانواده های زندانیان به سوی این منطقه حرکت کردند. اما به گفته شاهدان عینی نیروهای سرکوبگر با پرتاب گاز اشکاور اقدام به متفرق کردن افراد در اطراف زندان اوین نمودند. شامگاه شنبه درگیری در زندان اوین از بند 8 به بند 4 زندان هم کشیده شد و جو این بند نیز متشنج بود و در آنجا هم گاز اشکاور و بمب صوتی زده شده است. به نقل از رویترز، نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی دو روز پیش از حادثه زندان اوین به این محل رفته و بدون دلیلی آشکار فریاد سر زده و با باتوم به سر زندانیان کوبیدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز بعد از فاجعه تاکید کرد که در جریان آتش سوزی در زندان تهران دست کم 4 تن کشته شدند، اما سپس این رقم را به 8 نفر افزایش داد. در جریان آتش سوزی در زندان اوین تهران دست کم 4 تن کشته شدند که بعدا این رقم به 8 نفر افزایش پیدا کرده. نقش جمهوری اسلامی که از نخستین شعله های آتش انقلاب زن زندگی آزادی به وحشت افتاده بود در آتش سوزی زندان اوین در شامگاه 23 آبان سال گذشته چه بوده است؟ اعلام رسیدگی به پرونده توسط حکومت اسلامی به چه معنا میتونه باشه؟ بحثی خواهد بود که در دقایق پیش رو به گفتگو خواهیم نشست با کیوان جاوید از اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران که از لندن همراه ما هستند. کیوان جاوید، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرا شدید. بهتر است برای یادآوری بینندگان ابتدا این سوال را مطرح کنم که چرا در ماه‌های نخستین شروع انقلاب زن زندگی آزادی چنین فاجعه و جنایتی توسط جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی رقم زده شده است؟ برداشت شما از علت وقوع این واقعه چی میتونه باشه؟ هنوز غمش تو قلب بسیاری از ماها هست و خصوصا خانواده‌ها که چنین اتفاقی افتاده. بذارید من پیش از اینکه به این سوالتون جواب بدم، یاد همرزم و رفیق خودم که در زندان رودسر
در آتش سوزی مهیبی جان سپرد رو بگم که در واقع در بغل خودم جان داد و به خانوادش بازم تسلیت بگم و یک مبارزه سراسری از همون موقع تا امروز هیچ کدوم فراموش نکردیم که باید دنبال بکنیم و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. اما چرا این اتفاق در اون روز خاص در اون ماه خاص افتاد در ایران وقتی زندان اوین رو جمهوری اسلامی به آتش کشید و شواهد زیادی وجود داره، شاهدان زیادی که اون روزا در بند بودند اینو ثابت کردند و اثبات کردند که چند روز قبلتر همه به اصطلاح کپسول های اطفای حریق رو جمهوری اسلامی جمع کرد به بهونه اینکه میخوایم تعمیر کنیم و دستبند و باتوم و امکانات سرکوب بیشتری رو آورد، نیروهای گارد ویژه زیادی رو چند روز قبلتر از این فاجعه به زندان اوین منتقل کرد که این فاجعه رو سازمان بده و دلیلش هم همون انقلابی بود که در جریان بود و میخواست به جامعه این پیام بده: ما وحشیتر، ما خونخوارتر، ما جانیتر از اون هستیم که شما فکرش کردید. داشت این پیام رو به مردم میداد. وقتی که زندانیان جوانی مثل نیکا رو گرفتند و تمام دندوناشو خورد کردند و جنازهشو بعدن چند روز بعد به خانوادش نشون دادند، همین پیام دادند که از ساختمان خودشو پرت کرد، ولی در واقع میخواستن پیام وحشیگری خاص حکومت اسلامی رو به مردم نشون بدن که مردم رو وحشت زده بکنن، که بگن ما حتی میتونیم زندان رو با زندانیاش به آتش بکشیم و شما اگه فکر میکنید با ما میتونید سر جنگ داشته باشید بترسید و عقب نشینی کنید، که پیامش برعکس این بود. اون چیزی که به مردم به اصطلاح میخواست نشون بده برعکسش بود. جمعیت زیادی اون شب به طرف زندان اوین حمله حرکت کردند، خانواده ها حرکت کردند و جمهوری اسلامی مجبور شد برای اینکه این جمعیت رو کنترل کنه گاز اشکاور اونجا شلیک بکنه به مردم حمله بکنه و این نشون داد و هنوز نشون میده که جمهوری اسلامی فقط این وحشیگری براش مونده، ولی این وحشیگری رو بچه های حتی دبستانی و دبیرستانی و اینا دارن به چالش میکشن. ترس در دل مردم نیست که بخواد با جمهوری اسلامی بشینن خونه و تماشا بکنن وضعیت رو. این جنگ دوگانه بین مردمی که انقلاب میخوان و انقلاب دارن روز به روز عمیق‌تر میکنن با جمهوری اسلامی که تنها راه دوامش سرکوبه به شدت ادامه داره. بله، اما کیوان جاوید، در دوره های گذشته ما مواردی همچون فجایع مثل فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران، متروپول در آبادان، یا مثلا شلیک عمدی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هواپیمای اوکراینی، و یا قبلتر مثلا سازماندهی قتل‌های زنجیره‌ای رو داشتیم که اینها هم توسط جمهوری اسلامی سازماندهی شده بود و رقم خورده بود. در رابطه با فاجعه آتش سوزی در زندان اوین هم دقیقا همین اتفاق به نظر میاد تکرار شده. همین سناریوی نخنما از جانب حکومت جمهوری اسلامی مجدد مورد استفاده قرار گرفته. به نظر شما چه تأثیری در جامعه خواهد داشت یا همچین اعمالی؟ به یه شکلی آیا افکار عمومی جامعه ایران مرعوب از این اتفاقات خواهند شد یا نه؟ بله، من توضیح دادم مرعوب نمیشن جامعه، بیشتر کینه جمهوری اسلامی رو به دل میگیرن، بیشتر جریتر میشن، بیشتر به این نتیجه میرسن که باید انقلابشون رو با قدرت تمام علیه جمهوری اسلامی پیش ببرن، که اینجوری هم هست. یک نفر تو ایران از این مردم باور نمی کنند که این آتش سوزی اتفاقی بوده و این جمهوری اسلامی توش دست نداشته. همه مردم ایران متفق القولند که جمهوری اسلامی زندان رو آتش زده برای اینکه همونطوری که گفتم این پیام برسونه. به نظر من هیچ کس نه تنها وحشت زده نیست، بیشتر عصبانیه، بیشتر از عمق دلش میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. ما شاهد این بودیم وقتی تو نیروهای انتظامی، نیروهای سرکوبگر در دل انقلاب زن زندگی آزادی به دست مردم میافتادند، چجوری گوشمالی سختی میخوردن از طرف جوانا و از طرف مردم و چطور مردم متنفرن از هرچه نیروی که در خدمت جمهوری اسلامیه. این
مردم رو وحشت زده نمیکنه. دوره وحشت خیلی وقت تو ایران تموم شده، چون چیزی دیگه بیشتر از این نیست که جمهوری اسلامی بخواد انجام بده و انجام نداده باشه. قتل زنجیره‌ای و نمیدونم شلیک به هواپیما و هر کاری از دستش بر اومد انجام داد تا این فاصله طبقاتی عظیم، این فقر، این فساد، اینو همه مسائلی که تو جامعه وجود داره رو مردم رو بگه که باید تحمل کنید، ولی کارد به استخون مردم رسیده و مردم چاره جز سرنگونی ندارن و اینو جمهوری اسلامی به بهترین وجهی فهمیده. مرعوب خود جمهوری اسلامیه نه مردم. بله، و به عنوان آخرین سوال اجازه بدید به خود خبر برگردیم و نگاهی بکنیم به همین کیفرخواستی که صادر شده. این مدل اقدامات از جانب حکومت به نظر شما چقدر در اجرای عدالت و روشن شدن حقیقت میتونه نقش ایفا بکنه؟ در کنار این، نقش مردم، مشخصا خانواده هایی که عزیزی رو در این حادثه از دست دادن، در رسیدن به عدالت و کشف حقیقت در رابطه با اتفاقاتی که اون شب در اوین رقم خورده رو شما چقدر مهم ارزیابی میکنید؟ آره، اینو بگم، وقتی جمهوری اسلامی کیفرخواست صادر کرده و میخواد 40 نفرم به اصطلاح گرفتن و یا میخوان بگیرن و یا میخوان محاکمه بکنن و هرچی، اینم مثل اون میمونه که یه قاتل زنجیره‌ای حرفه‌ای خودش رئیس دادگاه و خودش وکیل و خودش رئیس دادستان و همه چی با هم باشه، خودش از خودش سوال بکنه آیا در این قتل شرکت داشتی، میگه نه، بعدم حکمی که صادر میشه خودش برای خودش صادر بکنه که ایشون تبرئه شدن و میخوان این ماجرا رو هی ادامه دار بکنن. 2 هفته دیگه قرار بازم بازرسی بشه، بعد 3 ماه دیگه قرار بازرسی بشه، بعد 4 ماه دیگه قرار یه چیز دیگه بشه. در این حال بگه که دیدید ما میخوایم، یعنی پرونده رو قبول نکنه، جرم قبول نکنه، جنایت رسما قبول نکنه، برای اینکه جمهوری اسلامی تحت فشار شدید افکار عمومیه، تحت شدید به اصطلاح فشارهای مراجع بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل، مثل سازمان‌های حقوق بشری و اینا است و میخواد ماست مالی بکنه با قول خودش از امروز به فردا. همون قدری که در رابطه با شلیک به هواپیمای اوکراینی مسئولیت قبول کرده و همونطوری که دادگاه تشکیل داده و بعدا در دادگاه همه خودشون رو تبرئه کردند، در این مورد هم همون اقدام انجام میدن. اما بسیار مهمه که خانواده ها و خود زندانیانی که در اون ماجرا بودند خیلی دقیق تر دنبال کنند، شاهد ارائه بدند و این موضوع رو بیشتر و بیشتر در سطح بین المللی مطرح کنند. همین حالا چندین شاهد از زندان اوین که در اون شب در اون ماجرا بودند، اون چیزی که اون وقایع رو توضیح دادند و دقیقا و مستدل کردند که چه اتفاقی اونجا افتاد و چرا جمهوری اسلامی رو به اصطلاح انگشت اتهام و دقیقا به طرف جمهوری اسلامی بردن. این بسیار مهمه که این ماجرا رو زنده نگه داریم، همه ای مردم بدونند، شواهدش و مدارکش رو رو کنیم، نه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خود به خودش ثابت بشه آره اشکال از خودش بوده، بلکه به دنیا ثابت کنیم با چه با وحشی ترین رژیم قرن 21 20 و 21 ما مواجه هستیم و این خشم مردم رو برای متحدتر شدن، برای سازمان یافته تر شدن، برای همه با هم بودن علیه جمهوری اسلامی رو به اصطلاح بیشتر برانگیزیم که این حکومت واقعا جانی سرنگون بشه. متشکرم کیوان جاوید از اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران. و همچنین سپاسگزاری میکنم از شما مخاطبین عزیز تلویزیون کانال جدید. در تمامی ساعات شبانه روز از طریق شماره‌ای که روی صفحه میبینید در پلتفرم های واتساپ، تلگرام و سیگنال نکات خودتون، پیام های خودتون و انتقاد و پیشنهادات خودتون رو به دست ما برسونید. میلاد رسایی منش هستم. تا برنامه بعدی لحظات خوبی رو برای شما عزیزان آرزومندم.